حرفم من از عشق تو مستم، ای حبیبم، ای حبیبم. خب ما هر بار که اجرا میکنیم ممکنه یک نوتای جدیدی نواخته بشه وقتی که میخوایم تغییر بدیم نسبت به اون چیزی که یاد گرفتیم و بلد شدیم. یعنی ما تغییرات رو موقعی میدیم که بلد شدیم قطعه رو، همینطوری نمیایم این کار رو انجام بدیم. ولی تمرینی که اینجا داریم انجام میدیم کمک میکنه که ما ساختار موسیقی ایرانی رو بهتر درک کنیم، تکرارهاشو و جمله بندیشو چجوری انجام میشه، ما باید چیکار بکنیم که یه موقع اگه خواستیم بتونیم یه نوتی رو نسبت به ذوق خودمون یه جوری تغییر بدیم که اون ساختار اصلی رو هم، منطق اصلی ردیف رو هم تا حدود زیادی بتونیم بهش وفادار بمونیم. ما در مورد دوم میرزا عبدالله رو در قدیم اینجوری بوده که یه موقعهایی به خاطر اینکه شاید نوت نبوده و حفظ کردنش از بر کردنش مشکل بوده برای هنرجوها، یک شعری میذاشتن رو بعضیاش. از جمله در این درآمد دومی رو داریم، اگر مستم از عشق تو مستم. خب اول اون رو انجام میدیم، بعد طبق نوت یه بار سعی میکنیم که خیلی خلاصه مرور کنیم. امیدوارم برای اون دوستانی که یه مقداری تازه کارترن خیلی خسته کننده و سریع نباشه، ولی خب نوتش هست و اینا میتونیم بیشتر تمرین کنیم تا بتونیم یاد بگیریم و بعدم میریم سراغ اینکه چجوری میتونیم یه کاری اضافه بکنیم. شروعش میتونیم از رو زرد شروع کنیم، یا مثلا شاید خانم ها بتونن از رو سفید شروع کنن اگه بخوام بخونن. پس میشه اگر مس، اینجا در واقع ریزمونه دیگه، اون تکریزی که رو لا داریم، اگر مستم من از عشق تو مستم، ای ای، اینجا در واقع سی لا، ای حبی، از رو دو حبیبم، ای، اینجا لا سول. من ریزا رو حذف کردم که هم بدونیم که میتونیم این کار رو بکنیم. اگه ریزا حذف کردیم حتما باید به اندازش سکوت کنیم، تأمل کنیم که ساختار ریتممون به هر حال به هم نخوره. حالا البته این متر آزاده، ولی منظور این که بتونیم اون منطق موسیقی رو حفظ کنیم. و حالا اگه بخوایم رو نوت بریم هم همینه، یا رو سفید طبق نوت، اینجا در واقع ما بعد از اینجا خیلی چیز حرف جدیدی نداریم، خیلی تکرار میشه مثل در واقع اول که از این جهت این کارو کردیم قبلا. حالا یه ذره سریع اونجاهاشو یه بار مرور میکنیم، ولی برگردیم رو همین قسمت اول بخوایم ببینیم چه تغییرایی میتونیم بدیم. یکی از تغییرها همینه که بتونیم ریز رو برداریم یا ریزهای طولانی تری بزنیم، یا تک ریزمون رو، چون تک ریز بود دیگه، تکش رو روی زرد مشابهش بزنیم. فقط تک راسته روی زرد میخوره، یعنی رو لا یا سی میخوره، ولی ریز که با راست شروع میشه همچنان روی سفیده.
خواسته یا سریع‌تر. یک تأکید اضافه‌ای روی این چپ یا طبق نوت راستی که به صورت اشاره روی حرکت دو میخوره میتونیم داشته باشیم. تأکید یعنی که قبل یا بعدش روی مقداری از نظر زمانی خلوت کنیم. یا شدت بدیم. میتونم با شدت کم بزنم ولی بعدش مکس کنم که گوش انگار بیشتر جلب میشه به اون نوت. میتونیم جفت اضافه کنیم، بزنیم ما این ور روی راست داریم همون سول و دو که گفتیم زینت شور هست رو میزنیم، ولی با چپمون در واقع اون نوتی که قرار راست زده بشه یا تکریز زده بشه دیگه نمیتونیم تکریز بزنیم، ولی جفتش تبدیل میکنیم. اشاره هم که داریم روی دو و سول میزنیم، این ساختار اصلیشه. اینجا فقط روی سی جفت زدم ولی یه دونه ریز اینجا پشت خرک، یعنی دست چپ هم آوردم پشت خرک. حالا ادامه اینجا میتونیم وقتی داریم سی میزنیم جفتمون رو به جای سول میتونیم فا بزنیم که باز چهارمه و این داستان چهارم ها دانگ یا چهارم، فواصل چهارم در موسیقی ایرانی یک چیزیه که کمک میکنه به ما بتونیم لحن یا لهجه اون موسیقی رو درک کنیم و برای اون کسایی که حساسن به این موضوع که تشخیص بدن که این داره در چه مقامی یا دستگاهی نواخته میشه این کمک میکنه. ما الان از وقتی شروع کردیم داریم رو 4 تا نوت بیشتر تاکید میکنیم، سول تا دو و از فا هم البته کمک میکنه. اینم که دفعه قبل تمرین کردیم روی درآمد اول از دو دیگه از اینجا درآمد اوله، این نوت هم بخوایم بزنیم واخون اضافه کردیم. یا میتونیم روی زرد و سفید اون تیکه آخر رو یا فرود این قطعه رو بزنیم. یا حالا ممکنه یه ذره زیبا نشه ولی برای تمرین کار خوبیه.